Ассаламу алейкум, бинадагони гироми. Нашри навбатии барнома иттилоотии ахбаро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Шаҳзод Раҷабзода. Имрӯз дар пойтахти кишвар, шаҳри Душанбе, давраи ҷамъбастии озмуни ҷумҳуравии қаноди, ҳалвопазӣ, шириниҳои миллӣ ва муосир баргузор гардид. Гузориш дар ин хусус. در دوره جنبستی آزمون جمهوریوی قناده حلوپزه شیرینهای ملی و موسیر که در باغ فرهنگی فراغتی کروش کبیر برگزار گردید، بهترین کدبانوان ولایت مختار کوهستان بدخشان، سغد و خطلان، شهر دوشنبه و دیگر شهر و نویه های تابع جمهوری همزمان کارخانه های استحصال قناده کشور اشتراک نموده محصولات خویش را پیشنهاد نمودند. در آزمون من قناده های موسیر و ملی رو آوردم. یکی از این قناده ها این از توت و چرمغز تیار کرده می شد که برای گرده فایده کلان دارد. برای چنین اقدام و دستگیری های صاحب کاران وطنی به حکومت جمهوری تاجیکستان منتداری خود را اظهار می نمایم. مقصد از برگزاری آزمون این پیش از همه معرفی دستاوردهای سوهای صنعتی خوراکواری، خصوصا در بخش قناده، حلوپزی، شیرینی های ملی و موسیر، هوسمندگردانی صاحبکاران و ترغیب و تشویق محصولات با صفت استحصال وطنی می باشد. شیرینی های تاجیکانه که با گوناگون رنگی از جمله خمیری، شیری و میوگی را در بر می گیرند، با طعم و لذت خاص خود از همدیگر فرق دارند. این است که فرهنگ آمادهسازی غذاهای ملی جزءی از انحنای فرهنگ مهماننوازی تاجیکان به شمار می رود. خوشنود از آن هستیم که برای ما زنان بانوان چنین آزمون ها را تشکیل نمودند. ما می توانیم که هنرهای اصلی خود را پیشکش نماییم. در این آزمون شش نمودی حوالا را پیشنهاد نمودیم که طرز پختن و طعم آنها از یکدیگر فرق دارند. مثلا حوالای سفیدک، تر حوالا، حوالای سرخک، حوالای کنجوتی، حوالای باروغن زغیر. این آزمون ها می تواند جوان دختران را به حیات مستقل آموده نماید. یادآور می‌شویم که آزمون در سطح محل، ناحیه، شهر و ولایت‌ها گزارانده شد که امروز جنبستی آن در سطح جمهوریوی در پایتخت کشور شهر دوشنبه برگزار و غالبان چورابینی از جانب هیئت حکمان معین کرده شدند. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز هنرمندان شهر حصار در آزمون قنادی، حلوپزی و شیرینی های ملی و معاصر فعالانه اشتراک داریم. آن هنرهایی که مادران و بیبی های ما داشتند توسط این آزمون ها از بین نمی رود. در این آزمون زنان و بانوان شهر حصار نمودهای حلوهای ملی و معاصر را به مرز تماشا گذاشتند. در برابر نمود حلوها همچنین کلچقندهای معاصر پیشکشی حاضرین گردانیده شد. با شرافت استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و دستگیری های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان انانه های ملی تاجیک از نو احیا گرده در سمت تشکیل فضای مساعد سرمایه گذاری توسط جلب سرمایه مستقیم داخلی و خارجی برای صاحبکاران و هنرمندان شرایط مساعد فراهم گردیده است. این پیش از همه در معرفی گردیدن استحصال محصولات خوش‌صفت و واردی باز کننده و به صادرات نگرانیده شده محصولات قنادی اینچنین تاسیس برندهای شناخته وطنی در سوهای استحصال محصولات قنادی در بازارهای داخلی و خارجی کشور زمینه میگذارد. در فرجام چورابینی برنامه رنگین هنری برگزار گردیده پس از خلاصه نهایی اعضای حکمان غالبان معین گردیدند. در وضعیت تنتنوی به غالبان جایزه و دیپلم ها تقدیم کرده شدند. همزمان به یک قطار نمایندگان کارخانه های صنعتی و استحصالی کشور جهت اشتراک و سهم ارزنده گذاشتن در روند برگزاری دور جمهوریوی آزمون مذکور با افتخارنامه و سپاسنامه ها فراز گردانیده شدند. در ناحیه مرغاب بنای نوی اینترنت نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 مورد بهره برداری قرار گرفت. تاجی نسای فیضالله بیگ گزارش می‌دهد. در حاشیه تنتنه‌های جشنی به افتخار 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بلندکوی مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان دو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی جماعت قزلرباد به نام قهرمانان جمهوری تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور و بابا جان غفوروف در فضای تنتنوی نامگذاری کرده شدند و در زمینه سیاست معارف پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت فراهم آوردن شرایط سطحی بلند به نسل نورس و جوان
بنای نوی اینترنت نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 به نام اکادمیک بابا جان غفورف به استفاده داده شد. قابل ذکر است که ساختمان بنای اینترنت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 به نام اکادمیک بابا جان غفورف در پرتو سیاست سازنده و معارف پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2023 آغاز گردیده در عرفه 33مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان با سطح بلند ساخته به استفاده داده شد. با شرافت استقلالیت، وحدت و یگانگی و تلاش‌های خسته‌ناپذیر پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ناحیه مرغاب در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های وطنی عزیزمان تاجیکستان سال به سال آباد و زیبا گردیده، شرایط بلند کار و فعالیت و زندگی برای اهالی فراهم آورده شده است. سیمخانه‌های مکتب اینترنت با شرایط بلند تعلیم جهازانیده شده، با موثرترین تجهیزات تامین گردیدند و به خوانندگان مکتب اینترنت امکانیت‌های خوب تحصیل و زیست و زندگانی را فراهم آوردند. بنای نو اینترنت نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 به نام اکادمیک بابا جان غفورف برای 50 نفر خواننده پیش بینی شده. آن از مرکز ناحیه شهرک مرغاب در مسافه 135 کیلومتر دور واقع می باشد. با بنیاد بنای نو امکانیت وسیع برای خوانندگان فراهم شده است. با افتخار این رویداد مهم از جانب آموزگاران و مسئولین ناحیه در جماعت دهات نمایشگاه تشکیل گردیده، دستاوردهای آموزگاران مؤسسه های تعلیمی به تماشا گذاشته شد. همچنین با افتخار سهمگذاری در رشد سوی معارف و تربیه نسل نوروز در رویه وطن دوستی و وطن پرستی از جانب مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مرغاب با یک قطار آموزگاران فعال دهه شیماق جماعت دهات قوزده افتخارنامه و سپاسنامه در وضعیت تنتنوی تقدیم کرده شد و برنامه رنگین فرهنگی تشکیل و منظور مهمانان گردانده شد که با تجلیل این صحنه مهم تاریخی شکوه دیگر را ضم نمود. در دایره کارهای آبادانی بنای خوابگاه دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو از تعمیر برآورده شده، با فراهمسازی شرایط مساعد زیست برای دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت. گزارش در این خصوص. در زمینه وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال استقلال دولتی با تشبث ریاست دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو در برابر دیگر عملهای بنیادکاری همزمان بنای خوابگاه دانشگاه تعمیر پوره گردیده با فراهمسازی شرایط مناسب زیست دانشجویان در روزهای تجلیل از جشن 33 سالگی استقلال دولتی مورد استفاده قرار داده شد. طبق اطلاع خوابگاه موجوده دانشگاه دولتی باختر 4 آشیانه بوده، دارای 131 حجره استقامتی با فراگیری زیاده از 500 نفر دانشجو می باشد. قابل ذکر است که در برابر تعمیر و فراهمسازی شرایط مناسب زیست در حجره های استقامتی همزمان تالار خانیش و برگزاری جمع آمد و چارابینی های گوناگون علمی ادبی، حجره طبی و دیگر اتاق های یاری رسان انشاءات تعمیر گردیده، در حوالی خوابگاه صحبت کده های زمانوی تشکیل کرده شده است و اطراف بنا با نیهالان سایه افکن و همیشه سبز، گل و بوته های آرایشی و میسازار آرا داده شده است. شرایط فراهم گردیده امکان می دهد که بیرون از برنامه تعلیمی برای تقویت بخشیدن حسی وطن دوستی و خشتن شناسی و بلند برداشتن معرفت حقوقی و ذهنی دانشجویان، طبق نقشه کاری شعبه تربیه دانشگاه پیوسته از جانب سازمان های جمعیتی و صدارت فکولتت ها با جلب استقامت کنندگان خوابگاه چارابینی های گوناگون معرفتی دایر کرده می شود. با نظرداشت سال از سال زیاد گردیدن تعداد دانشجویان و طلبات به خوابگاه و باز هم بهتر و مساعد گردانیدن شرایط کسب آموزی جوانان، در منطقه تعلیمی دوستی خلقهای دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو کارهای ساختمانی در بنای نوی خوابگاه دانشجویان با مرام ادامه دارد. انشاءات بنیاد شونده طبق لایحه از تهخانه و 7 آشیانه عبارت بوده، با 153 حجره برای زیست 460 دانشجو پیش بینی شده است. بنای نوی خوابگاه با طرح زیبا بنیاد گردیده در برابر تامین شرایط معیشی دانشجویان، همزمان برای باز هم زیبا گردیدن شهرک دانش جویان دوستی خلق ها مساعدت می نماید. زیرا در اطراف بنای بنیاد شونده خوابگاه سبز و خرمگردانی، چراغان کنی، تشکیل نشست کده های مناسب برای صحبت و واخوری ها و دیگر شرایط لازمه به این آباد گرفته شده است. امسال جشن 33مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را کارمندان اگنتی تامینات احوال مخصوص نزد حکومت جمهوری در خواجگی یاری رسان کنسک با برگزاری چارابینی تنتنوی و ترغیباتی و فرهنگی تجلیل نمودند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما.
کارمندانی اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری امسال جشن سالگرد 33 استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را در خواجگی یاری رسانی کنس با برگزاری چورابینی تنتنوی و ترغیباتی و فرهنگی تجلیل نمودند. طوری تاکید گردید دوامی سالهای صاحب استقلالی با تلاشهای پیگیرانه حکومت مملکت ساحههای گوناگونی اقتصاد ملی بالا رفته، مخصوصا در شهر و ناحیههای کوهستان انفراساختار معاصری کارو خدمترسانی و رشد ساحه کشاورزی به قید گرفته شده است. جمهوری تاجیکستان همچون دولتی صاحب استقلال و حقوق بنیاد دوامی سالهای صاحب استقلالی با مقصد تحکیم پایههای استقلالیت دولتی و رشد اقتصادی ملی تلاش به خرج داده برای تأمین زندگی شایسته هر یک شهروند کشور برنامه و استراتژی های مشخص را عملی نموده، برای بیدار نمودن حس خودشناسی ملی و دوست داشتن این سرزمین مقدس که آن را نام تاجیکستان است کوشش های زیاد به خرج دادن. بنابراین هر یک جوان و هر یک فردی با آر و ناموس ملت را می باید به قدر این آبادی و سازندگی و پیشرفت رسیده در رشد منبعده این وطن بهشت‌آسا سهم نظرس خود را گذارد. بعد از ختم دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام استاد میرزا تورسون‌زاده به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده، طول 11 ماه می شود که ادای خدمت کرده ایستادم. ما سربازان شکرگزاری از آبادی و آسایشتگی وطن، شکرانه از غمخورهای پیوسته سرفرماندهی عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان میکنیم که برای ما سربازان تمام شرایط خوب و زمانوی را فراهم آورده شده است. در دایره برگزاری این چورابینی با چند نفر کارمندان ساحه برای خدمت صافدلانه و صادقانه مکافات های دولتی و افتخارنامه و سپاسنامه های اگنتی تامینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تقدیم کرده شد. برنامه رنگین فرهنگی که انجام بخش تنتنه های استقلال دولتی بود در سطح بلند تشکیل کرده شده، از جانب حاضرین با خوشی پذیرفته شد. با معلومات داوطلبان آزمون جمهوری علم فروغ معرفت رسانیده می شود که دور سوم آزمون در شهر دوشنبه روزهای 16 و 23 سپتامبر در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 ولایت مختار کوهستان بدخشان روزهای 16 و 23 سپتامبر در مؤسسه دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت در شهر خاروخ، ولایت خطلان منطقه باختر روزهای 16 و 21 سپتامبر و ولایت خطلان منطقه کلاب روزهای 23 و 28 سپتامبر در دانشگاه دولتی دنغره، ولایت سوخت روزهای 16 و 26 سپتامبر در مؤسسه دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت در شهر بستان، شهر و ناحیه های تابع جمهوری منطقه حصار روزهای 16 و 20 سپتامبر و منطقه رشت از 23 تا 28 سپتامبر در گیمنازیای پرورشگاه به نام بابا جان غفوروفی ناحیه رودکی برگزار می‌گردد. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار که مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظورتان گردانیدیم. خیر، سلامت باشید.